امروز همونطور که شما مستحضر هستین ما در ولسوالی چمتال هستیم و اینجا تکیه خانه عمومی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که همکنون در این تکیه خانه از 22 قریه تمام ولسوالی چمتال اینجا هیئت‌های سینه‌زنی جمع شدند دور همدیگر با عزاداری و سینه‌زنی و گوش دادن و سخنرانی‌هایی که اینجا در جریان هستند می‌پردازند. ولسوالی چمتال یکی از ولسوالی‌هایی هست که مردم متفاوت با نژادهای متفاوت با زبان‌های متفاوت با اعتقادات متفاوت در کنار همدیگر زندگی می‌کنند، اما قیام امام حسین و ایام عزاداری امام حسین، ایام محرم نقطه وصلی در بین همه اینها است که اینها برادروار چه شیعه و چه سنی در کنار همدیگر در تکه خانه ها جمع میشن و به عزاداری میپردازند. یا ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش، نجف رفتی کاظمین رفتی کربلا رفتی یاد ما هم باش، یا ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش. نشسته در سایه دیوار گریه کردم، ای پدر به یاد تو بسیار گریه کردم. نشسته در سایه دیوار گریه کردم، ای پدر به یاد تو بسیار در خراب بی تو من زار گریه کردم، در خراب بی تو من زار گریه کردم، ای پدر به یاد تو بسیار گریه کردم. نشسته در سایه دیوار گریه کردم، ای پدر به یاد تو بسیار گریه. ماشاءالله آقای امام حسین دست مبارکش را زیر محاسن و ریش مبارکش قرار داد، فرمود که اشتد غضب الله علی الیهود، فرمود غضب خدا سراغ یهود آمد. چرا؟ چون گفتن عزیر فرزند خداست، غضب خدا بر نصارا نازل شد، گفتن عیسی فرزند خداست، غضب خدا بر مجوس اشتد غضب الله علی المجوس، میدانین مجوسی ها آتش پرستن، هین عبد النار من دون الله. همه اینها توحیده، یهود به خاطر که از توحید کناره گیری کردن مغضوب واقع شدند، نصارا مجوس. فرمود کسانی که ذریه پیامبر را بکشند این هم مورد غضب خدا قرار می گیرند. شما برین تاریخ بخوانین ابن سعد چگونه کشته شد، یزید چگونه به درک واصل شد. حالا که آماده شدی، فرمود اشتد غضب الله على هؤلاء العصابه، غضب خدا بر همون جمعیتی که در سال 61 در قالب 30,000 نفر به فرماندهی ابن سعد به رهبری یزید اونجا آمده بودن و امام حسین را میخواستن به شهادت برسانن، حضرت فرمود غضب خدا بر این جمعیت نازل می شوند، الذین یریدون قتل ابن نبیهم، کسانی که برنامه شان این است تا فرزند پیامبرشان را بکشند. ای مردم، هر که در لشکر یزید و عبیدالله زیاد و ابن سعد بود
از 30,000 جمعیت همه ذلیل شدن، خار شدن. نمونهش خود یزیده. یکی از بخشایی که کشور به شدت من به همه توصیه میکنم، به رادیوها، به تلویزیونها، به مدرسه های دینی، به دارالحفاظها، به مولویای عزیز، به علمای حجج اسلام، به همه دانشمندان، به مسئولین امارت اسلامی که امروز اکثرا علما هستند، بیاین در این مکتب آشنایی و همدلی و عزت استفاده ها ببرن، قرآن به دنیا معرفی کنن. بدون عاشورا قرآن به جهان معرفی نمی شود. تجسم قرآن، اسلام کامل در صحرای کربلا که حسین از مکه حرکت کرد تا این برنامه را در اون بیابان اجرا کند، اون بیابان کعبه دلهاست. کفیان لب تشنه تو را کشتن، کفیان لب تشنه تو را کشتن، هم تو را کشتن، هم مرا کشتن، هم تو را کشتن، هم مرا کشتن. ای علی جانم، ای علی جانم، این در حالی هست که مراسم های عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین، سرور و سالار شهیدان عالم، هر ساله در ولسوالی چمتال با شور و شکوه وصف ناپذیری برگزار می گردد و امسال هم مردم کثیری از سر تا سر ولسوالی در کنار همدیگر جمع آمدند و به عزاداری پرداختند. محمد جاوید، تلویزیون هادی، بخش دری، افغانستان.